خب آقای کارگردان، ما میریم تو ماشین، شما از پشت شیشه فیلم بگیرید. تو نیاید حسابی کار دار. سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز مجبور شدیم به خاطر اینکه صدای دوبلورمون، یعنی دوبلور اصلی خره مسعود و فریبرز، متاسفانه کرونا اومیکرون گرفته و صداش در نمیاد. البته خوب شده ولی صداش فعلا در نمیاد که در بیاره این صداها رو، مجبور شدیم یه کانتنت از قدیمی، از انیمیشن قدیمی اون که خیلی خودمون دوست داشتیم رو بذارم. باز مثل همیشه اگه دوست داشتید تا آخر ببینید خیلی کمک میکنید به ما. اگه دوست نداشتیدم که شرمندتون شدم. پنجشنبه انیمیشن جدید داریم، تتلو هم توش هستش، گفتم که حداقل یه خبر خوبم یه بار من بدم بهتون. فعلا امیدوارم دوست داشته باشید انیمیشن رو، خاطره بازی کنید. گویا میدونستید که فیلم تایتانیک در دهه 90 میلادی جزو پردرآمدترین فیلم‌های سینما بوده و از اون تاریخ به بعد هیچ فیلم عاشقانه‌ای به اندازه تایتانیک معروف و محبوب نبوده؟ سیکتیر بابا، مگه من چیم از اینا کمتره؟ اگه اون پرفروش‌ترین فیلم دهه 90 ساخته، منم پرفروش‌ترین فیلم قرن رو میسازم. جمشید چی شده؟ از شرک کو؟ چرا نایمده؟ نمیدونم شرک کجایی؟ اخوی کارگردان چی شده؟ چرا اولین بار صدا کردم نایمدی؟ شما چه گفتی جمشید؟ نگفتی شرک؟ از این کسخولام نمیدونم واسه چی اومدن. خب شرک کم زرزر کن، میخوام صحبت کنم، میخوام فیلم تایتانیکو بسازم. یعنی چی میخوام فیلم تایتانیکو بسازم؟ ببین مسعود، چیزی که آقای کارگردان میخواد بهت بگه اینه که میخواد از یه اتفاق واقعی فیلم بسازه. خب اینو که میدونم. خب ما در تئوری، اگه میدونی چرا وقت ما رو میگی؟ نه خب این فیلمو ساختن آخه. آخه میدونی؟ من میخوام نسخه آریوشنیشو بسازم. خب بازیگراشو از کجا میخوای بیارو؟ الان تنها مشکلم هم همینه، نمیدونم از کجا باید بازیگر ارزون پیدا کنم. فکر کردم اینجا میخوای از ما استفاده کنی، خدا رو شکر که دنبال بازیگره. آفرین مسو، عجب ایده خوبی دادی، همین که تو گفتی رو اجرا میکنی. او میشی روز، شرک هم میشه جک. ای بابا، بازم از این نقشای بی خود رو داد به من، آخه روزم شد نقش. آخه من چیم به روز میخوره؟ همه چیت به اون میخوره، لبوی مثل آهود، عقبت مثل گلابی. حالا من هیچی، این چیش به جک میخوره آخه؟ اینو الان تراش بدیم ازش 500 تا جک در میاد. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذارد. خب دیگه کم گوه بخوری، باشید برید اتاق گیریم. مسعود ببین چه لباس خوچل مچلی برات آوردم. بیا برو ریدم به این لباس آوردنه. آخه این چی آوردی؟ صورتی هم شد رنگ. صورتی رنگ سکسه؟ مثل رنگ لپای بندگانت. صورتی رنگ سکسه؟ مثل گردی کون آتشینه. چی میگه رنگ کون سیاه؟ رنگ باسن سفیدی؟ چرا یه عده‌ای صورتی و رنگ ان میدونن؟ مگه رنگ شورت مسعود رو ندیدن؟ دعیوس مال من که سبزه. و من چی کار کنم؟ هفته پیش صورتی پوشیده بودی، اصلا آقای کارگردان گفته اینو بپوش، مگه دست خودته؟ زرزر نکن بابا. این قایقای نجات کمن، باید قایقای بیشتری بیاریم. صداشو در نیار، از این 2224 نفر باید 710 نفر زنده بمونن، 1514 نفرم باید بمیرن. این آمار اگه اشتباه بشه دهنتو سرویس میکنن این آمار. ببین این همه دارایی منه، تو هم بلیت تایتانیکتو بیار با هم قمار کنیم. بیا پاسور بازی کنیم. نه من کارت بازی بلد نیستم، بیا مرپله. باشه، خمشو بذار جاشه. بی تربیت، اولیا من میندازم. خوصه آوردی، نوبت منه. خوب شیش آوردم، حالا پله، اینم سر بردم، حالا بلیتو رد کن بیا. ای وای، خوب برداشت اول، سکانس وروده روز با نامزدش. خدا
حافظ همه تون، با این که هیچ کدومتون رو نمیشناسم، ولی خدا حافظ، دلم واسه همه تون تنگ میشه، وقتی برگشتم واسه همه تون سوغاتی میارم. این کشتیه تو رو بوغ نمیزنه. میگم بوغه، این تو فیلم نامه نبودا، ولی با حال بود، بذار بمونه. بیا بخورش، بیا. اوه عجب آبیه، شبیه آب منیه. وای دلفینا رو نگاه کن. یا چقدر تشخیص دادنشون سخته، معلوم نیست نرن مادن. من صاحب کل دنیا. بچه بیا پایین کم کسچر بگو. برداشت 11 دید زدن جک. عجب چیزیه. ای پسر جون، به چی داری نگاه میکنی؟ جناب سروان ولم کن، من دوز نیستم به مولا، من آمدم زید بازی، به خاطر عاشقی کی رفته پیش قاضی؟ دوزدی که مشکلی نداره، زید بازی مشکل داره. این کی اونجا؟ پرتش کنی تو آب بذار یخ بزنه. رید تو فیلمم آبدی، این فرصت طلایی رو من بهت میدم، باید خودتو ثابت کنی. روز تو زیباترین زنی هستی که ما دیدم، واسه هدیه نامزدیمون اینو واسه آوردم. اوه عزیزم مرسی. خسته رفتم، بلند شو من بشینم. ای من ریدم به این نقش، آخه این چیه؟ این اینجا هم گشاد زنشو بلند میکنه. آبدی فرصتتو از دست دادی، ریدی بابا. بابا هر جوری دوست داری فکر کن، من خسته رفتم میخوام بخوابم. برداشت 47 خودکشی. چرا آخه من باید خودکشی کنم؟ آخه تو رو به زور میخوام بدم به نامزده آبدین. بابا آخه من از اینجا بپرم که انم در میاد. نه خیال تخت باشه، شرک تو رو میگیره. اگه نگرفت چی؟ نه شرک مطمئن باش تو رو میگیره. من میخوام خودم رو بکشم، از دست همه تون راحت شم. من نمیذارم. آخه اوه آخ تو سرتون با این بازی کردنت. بیا بلو. بی نامو تا داری به یه خانم تجاوز میکاری. ای بابا بازم که تو اومدی آقای کارگردان، مگه قرار نبود اینو بندازید بیرون؟ نه اینجا تو فیلم نامه هستش، باید باشه. اوه اوکی روز تو بهشون بگو، بگو میخواستی خودکشی کنی من نجاتت دادم. نه جناب سروان، این داشت به من تجاوز میکرد. بابا دایی و مسعود بازی در میاری، اینجا باید روز باشی، من نجاتت دادم. مسعود حواست باشه، اگه یه بار دیگه روی فیلمنامه اجرا نکنی همه اون سکانسایی که صدا سیما سانسور کرده رو میدم شرک چند بار رو اجرا کنه. آه باشه، نه این نجاتم داد، من داشتم پره ها رو نگاه میکردم که افتادم. ای پسر جون، به خاطر اینکه نام زدم و نجات دادی میتونی بیای مهمونی ما و با ما شام بخوری. باقه تو اینجا قشنگ مدیریت کن، من برم نقش ناخدا رو بازی کنم. اشتار کوه یخ دادم، گفتن که همینجا توقف کنید تا خبرهای جدید برسه. میدونی چقدر پول این کشتیه؟ این خودش یخ شکنه، مگه با یه دونه کوه یخی خراب میشه؟ سرعت رو دو برابر کنی. ای روز ببین، من میخوام اینجا به توفندازی با دهان رو یاد بدم. دعیست مگه بقیه با دکشون توف میندازن؟ کم افزان نگاه کن. تو آره بابا چیه مگه؟ خب منم بلدم توف. این که توف بلده، بس من چی بهش نشون بدم که تحت تاثیر قرار بگیره؟ اوه همین کارو میکنم. میگم که روز بلدی مثل یه مرد بالا بیاری یا نه؟ دریا امروز عجب موجی داره. راسته که فاضلابا رو میریزن تو دریا. برداشت 69 شام اشرافی. هی جک
زندگی تو چجوری میگذرونی؟ خب ببین، من مثل شما سوسولا و سخت نمیگیرم. مثلا ببین، من مثل شما غذا نمیخورم. دوست دارم اینجوری غذا بخورم. هم نم 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 هم نم 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 نم. وای خوش به حاله، تو چقدر راحت زندگی میکنی. خب دیگه داداش، تو برو با اون دوستای پول داره در مورد کار حرف بزن. من و روزم با هم دیگه میریم برقصیم. بشره، فکر کردی که من بی غیرت هم؟ آره، درست فکر کردی، من بی غیرتم. برید حال کنی. میگم این آبدین هم خوب تو نقش خودش فرو رفته. هی میره داد میزنه میگه من بی غیرتم. خیلی کار خوبی میکنه آخه. دعیوس از اونجا نمیگیرن، از کمر میگیرن، دستو بیار بالا. ای بابا، حوصله‌ام سر رفت. این چه رقص کوچیکیه؟ او بیا وسط. او چرا نمی‌رفتی؟ بیا وسط دیگه. او بیا. خلو این توش که فقط کرده؟ از رو یه دو سه چار بولو دو سه اول یه دو سه چار ناموسان ریدن تو فیلم من. خب بسته دیگه، حالا میریم شروع کنیم باز ری سکانس پرواز. لطفا این فیلم نامه عمل کنید، چون این سکانس خیلی مهمه. Every night in my dreams I see you, I feel you. آقیاش ساخته، میریم از اول میخونیم. Every night in my dreams I see you, I feel you. روز لایه پاهاد موز، اصلا به اون چیزی که داری فکر میکنی من پایه نیستم، دور شو. نه ولی من پایم. وایسا نرو. ای بابا مسعود، روز که فرار نمیکرد، وایساده بود اونجا کارشو میکرد. نه خدا، یه هشدار دیگه برای کوه یخ دریافت کردیم. عالیه، پس سرعتو سه برابر کنی. سکانس نقاشی شروع کنی. خره، میگم منو جلوی این لخ کردی؟ من الان امنیت جانی ندارم، هرچی بشه مسئولیتش با توه. خرم مته، با زنجیر بستیمش، نگران نباش. بازه اگه از زنجیرم آزاد شد، تو تحملشو داری، میدونم قوی. اوخوی کار کردم، مسعود اینجوری لخ نشسته جلو من، من تمرکز ندارم. اوخو لعنتی خیلی خوبه، یه دستمال بیارید من چشمامو ببندم. پس چجوری میخوای بکشی؟ خب باشه میبندم. حالا این شو. اوهو تموم شد، نگاه کنید ببینید خشنگه. یا جیسس کرایست داده، عجب استعدادی داری. مگه جمونگی که اینطوری چشمست هنرات رو میکنی؟ دست مریضار. وای با این که لختم ولی خیلی ارزش داره. ای مسعود با این نقاشی خوشحال شد. ای وای آقای کارگردان، اثر هنریم سوخی. دایوس مگه خوشحالی من سر دل توه؟ مگه سنگینی میکنه؟ آره دقیقا درست گفتی، همین جوریه. خب آقای کارگردان، ما میریم تو ماشین، شما از پشت شیشه فیلم بگیرید. تو نیاید حسابی کار داری. چی؟ نه دیگه شرک، این سکانس خیلی بد آموزی داره، زشته بابا، اینو حذف میکنی. خب باشه، ولی با پشت صحنه برام جبران کنی. قربان کوی یخ نزدیکه، ولی اصلا ما کار نداره، از بغلش داریم رد میشیم. ای وای نه، بیچاره شدیم، این کشتی حتما باید غرق بشه. باقه ترتیبشو بده. قربان خیلی عجیبه، کوه یخ تا بجان شد، خود به ما. این شد یه چیزی. تو این سکانس روز و جک میان که در مورد غرق شدن کشتی به همه اطلاع بدن. آبدین با تو هم، جان مادرت تو این سکانس یه ذره با غیرت باش. کشتی داره غرق میشه، باید یه فکری بکنیم. اوره راست میگه، باید دست جمعی فکرها رو بکنیم. من غرق شدن کشتی باشم مهم نیست، میخوام برم بخوابم. آها اوکی، تو
روزن من تیغ میکنه پدرسک دیوس به بندش زندانیش بکنی. او بیا بریم پایین ببینم کی کیو میکنه. سکانس آزاد کردن جک توسط روز. اوی آب داره میاد بالا خفمون کنه. این یارو کیه که اینجا افتاده؟ او گفتم که بریم پایین ببینیم کی کیو میکنه. آه پس دست تو چجوری بسته؟ آه اوکی برش آماده باش، میخوام با تبر این دستبند تو قطع کنم. بریم. خبر واسه چی آوردی؟ این راحت باز میشه. اوه. اگه اینقدر راحت بود پس چرا تو الان خودتو آزاد نکرده بودی؟ بلو توم راحت بود، منم نشسته بودم دیگه. دیوس آخه اینجا غرق میشی، پاشو بریم. غرق نگاه تو میشم عزیزم. برا ریدم به اون غرق شدنه. او ای بابا در خفه، چجوری بریم بالا؟ بذار من یکم فکر کنم. نمیخواد فکر کنی بابا، من فکر کردم. خب همگی بیا دستار روز بگیرید بلندش کنید. اه ای بابا، ای بابا شما چرا حرف اینو گوش میدید؟ یک دو سه آخ روز دمت گرم، کارمونو رو انداختی، حالا بزن بریم. فقط زنا و بچه ها میتونن سوار قایق شن، مردا اینوری نیان. برو بابا چی میگی تو؟ مردا مگه نمیمیرن؟ فقط مردا و پسرا میتونن برن، زنا این طرفی نیان. نه شرک اینطوری نیست، فیلمنامه رو خراب نکن، برو اون بر. فقط به خاطر آقای کارگردان بیخیال میشم، وگرنه دهنتو سرویس میکردم. خیلی خوب بابا، فقط زنا و مردا و بچه ها. ای بابا این حرف نمیفهمه. آبدی آبدی نه تو چرا اونجایی؟ مگه نمیبینی لم دادم؟ بابا دیوس گوشا، این زن تو به قول خودت داره چیز میکنه، باید عصبی شی روشون هفتیر بکشی. برو بابا بذار با هم خوش باشن، کی حوصله داره؟ دیوس حداقل بیا این سکانسی که با دقل بازی وارد قایق میشی رو ضبط کنی. جای منو بدین یکی دیگه، من میخوام بخوابم، اگه همه مردن منم میمیرم. ای بابا اینو نگاه کنو. آها پس چرا این کشتی غرق نمیشه باقه؟ برو یکم سرعت کارو زیاد کن. خب روز مراقب باش، الانو که بریم زیر آب. اوهی منم اومدم، منم اومدم. تو رو جون خودتون دیگه نیاد، تحمل نداره، داره کنده میشه. غرق شدی. اوه روز تو اون بالا جات امنه، من همینجا این پایین پیش تو میمونم. بابا بیا بالا، روی این تخت اندازه هر دوتامون جا هست. نه من یه فکر بهتری دارم که همگی با هم گرم بشیم. لیدیز اند جنتلمن ها بگی گوش کنیم، برای این که از سرما یخ نزنیم و نمیریم، من یه فکر خوب دارم که گرم بشیم. یک دو سه که گفتم همگی با هم میگوزید، میرینید، میشاشید و میارید بالا. آماده اید؟ یک دو سه. شرک این چه کاری بود کردی آخه؟ اینایی که اینجا همه زیر آبن باید میمردن، اینایی هم که با قایق اون ورن زنده میمونن. با این کسافتکاری تو الان همه زنده موندن. آخر خودت ردیفش کنین آمار درست بشه. شما دو تا کسخلان بیاد بیرون. داداش به خدا قرار بود ما تا همین جا بازی کنیم، چرا جدی گرفتی؟ راست راستی میخوای ما رو بکشی؟ به خدا پول نمیخوای. آتش. اوه آقای کارگردان الان منظورتو فهمیدم، اینو داشته باش. دیوس چرا اینطوری کردی؟ کلن همه مردن که، آیانش خیلی تخماتیک بود، فقط جک و روز زنده موندن. اتفاقا این خیلی قشنگ شد، بقیه آدمایی که مردن هیچ کدومشون مهم نبودن، فقط جک و روز بودن که مهم بودن، که اونام زندن. اه خب پس نتیجه اخلاقی این قسمت عشق همیشه زنده میمونه. اگه خواستید کمکمون کنید فراموشش نکنید. لایک کامنت سابسکرایبم فراموش نشه. فعلا خدا حافظ.